مردم مسلمان ما در ولایت هرات مانند بقیه مسلمانان شبها را در تکایا و حسینیه ها و مساجد برای احیا و شب زنده‌داری حضور پیدا می کنند. در این مکانی هم که الان من و شما قرار داریم به نام تکیه عمومی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، مؤمنین برادران و خواهران جمع شدند تا اینکه مراسم احیای شب قدر را در اینجا برگزار کنند. شبهای قدر در افغانستان و اینجا ولایت هرات با رنگ و بوی معنوی ویژه احیا می شود. شبهایی که مردم واقعا قدرش را می دانند و با استفاده از مناسک مذهبی و حضور پررنگ خیش شکوهش را نشان می دهند. در مکانهای مذهبی شهر هرات اولا که افطاریه، نماز جماعت، بعد از نماز جماعت افطاریه و بعد از افطاری خب دعای جوشن کبیر می خوانند و بعد از اون که مراسم احیا و قرآن به سر گرفتن و این مسائل و سخنرانی های مذهبی تا سحری و سحری هم که عزیزان پذیرایی میکنن، سحری نوشجان میکنن و رایی خونه میشه. مراسم های مردم های هرات در شبای قدر طوری که شما در جریان هستین در تمام مساجد و تکایا شبای لیالی با عظمت قدر تجلیل میکنن، با صرف افطاری بعد یا مثال تا به سحری دارن، بعد از افطار یعنی بعضی هم قبل از افطار به صرف افطار و شام، بعدش هم مراسم احیا برگزار میشه. این شبها شب گره زدن دلها با خداوند است، خداوندی که تمام درهای آمرزش خود را بر روی بندگانش باز میکند. جوانان و نسل امروز از این شبها میتوانند بیشترین استفاده را ببرند. اگر بتونم مثال، اگر جوانا خصوصا جوانای عزیز ما بتونم این شبار احیا کنم، یعنی تا سحری تا وقت نماز صبح اینا بیدار باشن، دعا و عبادات طاعت خداوند به جا بیارن، خیلی خوبه برای از اینا. حاجات و مشکلات هم که دارم یعنی 100% همین موجود اجابت قرار میگیره. اصلا خداوند برای شما بدون مبالغه بگم از مهربانی خداوند این سفره پن میکنه دنبال از گناهکارا بیاین، یعنی راه باز میگذاره خداوند دنبال بهانه که یک گناهکاری بگه خدایا آمدم در خانه تو شبای لیالی با عظمت قدر خود ماه مبارک رمضان، یک سر فرصت میده برای ما که ما بیایم در خانه خداوند بگیریم محکم و خداوندم بده برای ما. و حضرت داود گفته بود که تا به کی ما دنبال بنده گناهکار خود، تا کی ما منتظر از اینا بمونم، چرا نمیان خود ما اشتی کنن؟ شب احیا یعنی شب زنده داری، شب زنده داری، شب دعا، شب مناجات. خب دعا و مناجات هم که ما خب در روایات و دعای از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، خود آموزش شدن که اولین کاری که میکنیم بین خود و بین خدا اعتراف کنیم، خدایا ما همچی خطاهایی داریم ولی طلب عفو و مغفرت از تو داریم. و خودتو فرمودی که ان الحسنات یذهبن السیئات، شما اگه کارهای نیک انجام بدین سیئات شما از بین میبره، پاک میکنه. و این خود همی باعث میشه که بنده که آمده به این مراسم شرکت کرده طلب مغفرت کنه از خداوند متعال، طلب آمرزش کنه از گناهانی که انجام داده و دعا میکنه که خداوند هر چیزی به این شبها به خوبان درگاه بندگان خوب عنایت میکنی به ما هم عنایت کنی. شاید یکی از مهمترین مدد رسانی ها دعا کردن باشد. علاوه بر کمک های مادی، شبهای قدر زمانی است که میتوان با دعا کردن برای انسان ها کارهای بزرگی را انجام داد. شبهای قدر که شبهای بسیار بزرگه، بعد از اینکه مثال ما طاعات و عبادات انجام میدیم، اگر مثال بتانیم به مستحقین، به فقرا، به کسانی که نیازمندن، ما بتانیم به این شبها برای از اینا کمک ارائه کنیم، یعنی مثال از نگاه قضا، یک بتانیم از نگاه مالی، از هر نگاهی که میتونیم فهمیدیم که دسترس داریم بزرگ برای از این مستحقین. اگر ما بتانیم مثال کفاز خداوند اگه دی زیاده هستن میتونن انجام بدن، بسیار یعنی کار خوبی کردن، کار خوبی میکنن که از نگاه همه چیز فهمیدیم به درگاه خداوند مورد قبول و تاتنا قبول میگیره. در قدم اول کسایی که دستای نباز میتونن برای کمک برای فقرا و برای ایتام و برای بیوزنا اینا کمک کنن،
خالص الله خیلی خوبه بودم. در بعد از اون میایم به سر از این موضوع که مثلا بعضی بنده خدا دست اینا باز نیه، متمول نیان از نظر مادی، دعا کنن به حقم دیگر. همه اینها به کنار، خیلی ها بودند که در هرات در شبهای قدر آرزوهای خود را با خدا در میان گذاشتند. مهمترینش فرج منجی عالم بشریت، حضرت صاحب عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که مردم این ولایت با نیایش و توسل ظهورشان را خواستند. نسبت عملا کلن اگه شما فکر کنیم که کلن شب و روزا همه شب و روزای خدایه، ولی شب و روزا با خیلی استثنایه، چونی بزرگوارا به نزد خدا خیلی ارزش دارم، خیلی آبرو دارم. دیگه ما می بزرگوارا به نزد خدا وسیله قرار میدیم که میگن خدای به برکت این بزرگوارا از سر تقصیرات ما بگذره و هر چی سریعتر فرج آقا صاحب از زمان ما را تعجیل بگردونه ان شاء الله. هرات در برگزاری با شکوه چنین مناسبت هایی و خصوص احیای شب قدر عقب نمیماند. از صدها مسجد و تکیه خانه در این ولایت در این شبها صدای الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب شنیده شد. با دستان نیاز و چشمان